درود بر بینندگان تلویزیون مردم تیوی در سراسر جهان. من پرویز مینویی هستم. از این هفته قرار شد در خدمت نام پارسا سربی روزای چهارشنبه ساعت 5 بعد از ظهر به وقت واشنگتن به مدت 1 ساعت در خدمت شما عزیزان باشم. این اولین برنامه از این سریز که خدمتون تقدیم میشه. همونطور که میدونید قبلا من توی تلویزیون ای2 بودم که الان هم البته هستم، منتها از اونجا آقای سربی برنامه همونو میگرفتن پخش میکردن. آقای سربی مایل بودن که برنامه مستقل و سوا داشته باشیم، یعنی فقط به خاطر بینندگان تلویزیون مردم تیوی یه برنامه مستقلی باشه، و این اولین برنامه مستقلی است که من به دستور جناب سربی خدمت شما عزیزان تقدیم میکنم. امروز که این برنامه رو خدمتتون تقدیم میکنم، روز 8 اردیبهشت 2575 به اصطلاح هخامنشی است، یعنی از آغاز پادشاهی کوروشه. در کشور ما نقاط مشخص خاص دیگری هم بوده، ولی پادشاهی کوروش یه نقطه است که همه جهانیان میشناسن اینو. اگر از ما بپرسن تاریختون از کی شروع شده، میگیم از پادشاهی، از آغاز تاجگذاری کوروش شروع شده. همه کوروش میشناسن چون کتابهای مذهبی اسمش کینگ سایرس بوده. اما اگر بگیم که ما تاریخمون مثلا هجری شمسی، میگن از کجا شروع شده؟ میگم از شبی که آقای محمد میخواستن بکشن فرار کرد، ما از اونجا تاریخمون شروع شد. اون وقت اون یکمی بد خواهد بود. Sorry, I'm in the program. I'll call you later. میبخشید خانم آقای. بله. پس بنابراین ما نمیگیم که از وقتی که آقای عربی از یک کشوری، از یک شهری میخواستن بکشنش شبانه فرار کرد رفت یک کشور دیگه، ما اینو تو تاریخ نمیذاریم. خود عرب ها هم براشون خوب نیست. خود عرب ها میخوان اگر مربوط به پیامبر باشه، خب بزنن تولدشو، تولدش مشخص نیست، بزنن بعثتشو، بعثتش مشخص نیست، بزنن مثلا فرض کنیم که وفاتشو. آخه فرار که دیگه تاریخ نمیشه که. آخه حالا بگذاریم، من در یک جلسه دعوت، یعنی دعوت که نداشتم، با یه آقای کار داشتم، یه مقدار اطلاعاتی باید اون به من میداد و من مثلا فرض کنم، حالا فرض کنم مثلا بیمه طوری اینجوری قرار گشتیم، گفتیم آقا شما رو ببینیم، گفت باشه بیای توی فلان مغازه قهوه فروشی فلان جا، منم میام. خب من این آقای دوستمو 7-8 سال بود ندیده بودم، هرچی سعی میکردم که قیافش رو دو ذهنم بیارم نمیشد، نمیامد قیافش، یادم نبود چه شکلی بود. گفتم خب ببینمش، یادم میاد دیگه. رفتم توی اون قهوه فروشی، مطابق معمول زودتر از وقت رفتم و نشستم و یه قهوه خریدم و شروع کردم قهوه رو خوردن. ما میگیم خوردن، باید بگیم نوشیدن، ولی میگیم خوردن دیگه، مصطلح اینطوریه. شروع کردم خوردن، بعد نگاه میکردم یه آقای اومد، دیدم اون چیزی که تو ذهن من از دوستم بود ایشون نیستش، ایشون یه کمی چاقتر از اون دوست من. دوست من یه کمی هیکلش متناسب بود، یه کمی لاغر بود، این یه کمی چاق بود. اون به من نگاه که منم به اون نگاه کردم. آقا اومد جلو گفتش که شما ایرانی هستی؟ گفتم بله. شما آقای فلان هستی؟ گفت نه، اون آقا داره میاد، من جلوتر، من دوستشم، جلوتر اومد. همینطور سلام علیک کردیم و اینا. اون آقا دوست اون اومد، نگاهش کردم، آه خودشه، همون شکل و قیافه و همونطور متناسب و شیک و خوب بودش. بعد اومدیم، خب اون کاغذ ها رو آورد و من پر کردم و امضا باید میکردم، امضا کردم و اینا، تموم شد. اون آقایی که کمی چاق بود به من گفتش که آقا شما کارتون چیه؟ من عادت دارم کارم رو توضیح بدم، چون مردم با این کار من، مثلا اگه من بگم فرض کنیم که خاربار فروشی دارم یا گس استیشن دارم، همه این دونن چی میگم. اما این چیزی که من میگم، میگم فایر سیستم نصب میکنیم، نمیدونم مردم دیگه. گفتم توی رستوران ها یه ظرفای روغنه که گاهی وقتا عمیقه، اگه این آتیش بگیره از اون بالا یه چیزی مثل دوش کوتولو میمونه، ما بهش میگیم نازل، از اونجا یه مایه میپاشیده میشه روی روغن و این مایه روی روغن رو میگیره و ارتباط رو با هوا قطع میکنه، آتیش خاموش میشه، گازم خاموش میشه، بخشی از برق هم خاموش میشه. این میگم فایر سیستم. و بعد این فایر استینگیشرهای معمولی کارمون اینه. گویا این مقدار سوکم. بعد من گفتم ببخشید، خب یعنی اون من پرسید کار چیه؟ منم به خودم اجازه دادم بپرسم کار شما چیه. گفتم میشه پرسم شما به چه کاری مشغولید؟
گفت ما از عرفا هستیم، خودشو و دوستشو نشون داد، گفت ما از عرفا هستیم، ما در کار عرفان هستیم. من رو یه ذره تعجب کردم، آخه من فکر نمی کردم، هنوزم نمی دونم دیگه، فرصت نشد دقیقا بگم یعنی این کار میشه، یعنی این شغل شما همینه، یا اینکه این مثلا در ساعت فراغت به این کار میپردازید. مثلا من فرض کنید که صبح 5 صبح پا میشم، مطالعه میکنم، چیز مینویسم، کار میکنم، توی مثلا دو تا رسانه نوشتاری، توی دو تا تلویزیون، توی دو تا رادیو برنامه دارم. خب ولی این شغلم که نیست که، شغلم همونی که گفتم به اون آقا. بعد گفتش که آره این آقا، یعنی به اون دوست من اشاره کرد، گفت ایشونم سخنرانی میکنن، چند شب پیشم در یک جمع بزرگی درباره عرفان اینا صحبت کردم. خب من میخواستم یه جوری بگیم که این عرفان سبب نجات ایران از این رژیم آخوندی نمیشه. سوالم اینجوری شروع کردم، همون سوالی که قبلا هم توی تلویزیون گفتم، اشاره کردم بهش، گفتم عزیز من ببین، ما ایرانی ها در نزدیک نیمی از عمرمون آقای نیمی از دنیا بودیم، و اون آقای نیمی از دنیا که بودیم آقای جوانمرد و گشاده دستی بودیم. اسیرا رو آزاد میکردیم، اگر کسانی غارت شده بودن اون مواد چیزای اشیاء غارت شده، طلا جواهر بهشون برمیگردونیم، به عقیده همه مردم احترام میذاشتیم و آقای دنیا بودیم، آقای نیمی از دنیا بودیم. اما چطور شد بعد از اومدن اسلام ذلیل شدیم؟ اصلا اون آقا منتظر همچین سوالی نبود، یعنی اصلا همینطور تو قیافش معلوم بود که وقتی گفته ما از عارفا هستیم و عرفان هستیم، فکر میکرد که من تعریف میکنم و میگم به به به، تحسین خواهم کرد و تمجید خواهم کرد و به به خواهم گفت. وقتی این سوالو گفتم اصلا اینکه سطل آب ریختن رو سرش، یه دفعه یه ذره منمن که گفتش که آها، برای که شوروی و انگلستان نمیذارن ما ایران، کشور ایران پیروز بشیم، و ضمن اسکندر هم به ما حمله کرد دیگه اونجوریه. گفتم ببین آقای عزیز، از بچگی به ما گفتن که ما هر چی تو این دنیا سختی بکشیم توی اون دنیا وضعمون بهتر میشه. خب با این باور که اصلا میلی به ترقی برای آدم نمیمونه، که وقتی آدم فکر کنه هر چی تو اون دنیا سختی بشه 10 درجه سختی بکشه، تو اون دنیا 100 درجه خوبی خواهد دید. خب میگه بذار این سختی رو بکشم، اون دنیا خوبی رو ببینم دیگه. پس لذا همونطور گفتم میلی به انگیزه ای برای پیشرفت نمیمونه. بهش گفتم ببین، کوروش میگفتش که ببخشید، اهورامزدا در دین زردشت میگه که آبادسازی کنید، داد و دادگستری کنید، شادزیستی کنید و دهشمندی کنید، و به من کمک کنید تا با چیزهای بد بجنگم، با اهریمن بجنگم. بله من این تلفن رو برمیدارم، نگرانیم که نباد آقای سوربی مثلا یه جای اشکال داره به من زنگ بزنه، من وگرنه بر نمیدارم. بعد به هر حال گفتش که این آخوندهای دین فروش این حرفا رو زدن، این آخوندها مسلمان نیستن، اینا دین فروشن، اینا دین رو وسیله کاسبی قرار دادن. من دیگه دیدم تا اینجا هم زیادی رفتم. خب اینا دوست منه، اونم دوست ایشونه، نمیخوام که برن جونمتون دیگه. خداحافظی کردم و اومدم، گفتم بذار خودتون فکر کنم ببینن چه جوریه. ولی واقعا ببینید، من تلفن من، تلفن این تلویزیون، یعنی این برنامه که من هستم، هستش 281-835-3063. یه بار دیگه میگم، هستش 281-835-3063. چون میتونید روی برنامه زنگ بزنید، صداتون مستقیما میارم رو خط پخش میشه، یا اینکه بعدا به من پیغام بدید اگه من اشتباه میکنم، بگید من اشتباه میکنم، چون من همینطوری به خودم فکر میکنم، پیش خودم فکر میکنم که این چیزی که به ما یاد دادن، ما حتی اون چیزی که میبایست عمل کنیم هم عمل نمیکنیم. من براتون مثال میزنم، ببینید من که نرفتم قبر آقای محمد رو ببینم، قبر پیغمبر رو ببینم، ولی اونایی که رفتن میگن قبر پیغمبر صاف مثل قبرهای معمولیه. و این سنی ها که عرب بودن دیگه،
زودتر از ما اسلام آوردن. مثلا وقتی که مکه و مدینه اسلام آوردن، خب زمان آقای محمد بود. ما زمان آقای محمد که اصلا به ما حمله نشد، که بعد از آقای محمد همه جمع شدن انتخاب کردن ابوبکر رو. آقای علی هم اولش قبول نمی کرد، ولی بعد از دو هفته وقتی که فاطمه خانمش مرد قبول کردم. اون خانم فاطمه همون چند هفته که ابوبکر به اصطلاح به خلافت رسید اون مردش، آقای علی قبول کرد دیگه اومد. خب بعد زمان عمر به ما حمله شد، یعنی نه زمان محمد نه زمان ابوبکر، دو زمان دو نسل گذشت. زمان عمر به ایران حمله شد و ما به زور شمشیر اسلام آوردیم دیگه. اون پدر ما از ترس شمشیر عرب گفت الحمد اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، از اون زمان ما مسلمان شد. خب حالا کی بهتر میفهمه اسلام رو؟ خب 100% عربا بهتر میفهمن، چون زبانشون اونه، اون کشور پیغمبر از خود اونا بوده. همچی بودن در قرآن میگن گفته شده که روی قبر یک مسلمان نباید چیزی باشه که سایه بندازه. حالا آقای محمد یک سنگ قبر براشون هست، ولی این پادشاه عربستان سعودی اون قبلیه که مرد، نمیدونم دیدید فیلمش یا نه، قبرش کردن خاک ریختن تموم شد صاف شد، یعنی اصلا هیچ یه چوب هم نذاشتن که اینجا قبر پادشاهه. میدونید منطقشون چیه؟ منطقشون اینه که نباید بذاریم یه چیزی دیگه ای معبود مردم بشه، مردم برن به اون عبادت کنن. در قرآن بارها و بارها گفته شده که به غیر از خدا به هیچ کس عبادت نکنید و غیر از خدا از هیچ کس تقاضا نکنید، یعنی عبادت فقط مخصوص خداست. یعنی اگر مسلمان باشید و مسلمان درستی باشید و همه رو رعایت کنید، عبادت ویژه خداونده و تقاضا و بخشش و نمه حاجت و اینا هم از خداوند بخواید. اما ما شیعه ها اولا که قبر امام هشتم رو نمیدونم، گنبد طلا، گنبد کاشی، پنجره‌های نقره، پنجره‌های طلا، پنجره‌های آهن، نمیدونم حرم فلان، فرشای فلان، همه اصلا سایه که چیش وقت اصلا نور آفتاب به این نمیرسه. ما میگیم سایه روش نباشه، اصلا این آفتاب اصلا روش نیست. حالا مثلا یه دیوار بزنم، مسیحی‌ها گاهی وقتا یه دونه سنگ عمودی میذارن، بعضی وقتا ساعت سایه این سنگ میفته روی زمین روی اون قبر، در حالی که در اسلام گفتن اصلا سایه نباید بیفته. ولی ما اونجوری پوشوندیم، نه اینکه فقط آلمان آقای امام هشتم رو، بلکه ده ها امامزاده و نمیدونم امامزاده های راست و دروغ و جاهای مختلف داریم که اینا همه رو براشون بارگاه درست کردیم. میریم اول زیارتنامه میخونیم، یعنی ای سلام فلان فلان، این کار مال خداست اگه مسلم باشیم، نه مال اون امامزاده و امام و فلان اینا. بعد میریم اون پنجره رو میگیریم، تکون میدیم، خواهش میکنیم، گریه میکنیم فلان فلان، ای امام زاده، ای امام، مثلا من بچم مریضه، بچم شفا بده، من شفای بچم هم تو میخوام. بابا این گناهه. هر کسی که آدم مسلمان معتقدی باشه، مسلمان باورمندی باشه، روزی 17 رکعت نماز میخونه، 2 رکعت صبح میخونه، 4 رکعت ظهر میخونه، 4 رکعت عصر میخونه، این میشه 10 تا. بعد 3 رکعت غروب میخونه، 4 رکعت هم شب میخونه، میشه این 17 تا. منتها سنی ها اینه در 5 نوبت میخونن، ما شیعه ها چون همه جا میخوایم تنبل بازی در بیاریم، این 5 نوبت رو 3 نوبت کردیم. یکی صبح میخونی، یکی ظهر و عصر رو با هم میخونی، یکی مغرب و عشا رو با هم میخونی، یعنی یه دو رکعتی، یه 8 رکعتی، یه 7 رکعتی. تو هر رکعت هم میگیم یکی از چیزایی که توی سوره اول الحمد میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. ما باید فکر کنیم معنیش رو بفهمیم. عربا همینطور راحت براشون میفهمن خودشون دیگه. ایاک نعبد و نعبد از عبادت کردن میان، به درستی که تو را عبادت میکنم، نعبد یعنی من به تو عبادت میکنم، نعبد و ایاک نعبد و
و نستعین. نستعین از استعانت، استعانت یعنی یاری کردن، نستعین یعنی از تو یاری میخواهم. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی از تو به تو عبادت میکنم و از تو یاری میخواهم. شما صبح تا شب چند دفعه میگید یا حضرت عباس؟ چند دفعه میگید یا امام زمان؟ چند دفعه میگید یا علی؟ چند دفعه میگید یا امام رضای قریب زامن آهو؟ اصلا خدا رو میگید یا الله میگید؟ هیچ جا گیر کنید میگید یا الله کمکم کن؟ هیچ وقت نمیگید. در حالی که روز افطار این دفعه میگید من فقط از تو عبادت میکنم، من فقط به تو عبادت میکنم، من فقط از تو استعانت میخوام، ولی دروغ میگیم. در مذهب ما یعنی شیعه، آقای صادق هدایت یه چیز جالبه میگه، میگه که اگر چند قرن دیگه انسانها بیان و زندگی ما رو مورد مطالعه قرار بگیرن بدن، خواهند دید که ما میگیم که توی این دنیا نباید شراب بخوری و سکس داشته باشی. وقتی رفت اون دنیا همش شراب بخور، همش سکس داشته باشی. میگه اون چند سال بعدی آدم ها بیان به ما میخندن. آخه اینا چی رو آدم هاید؟ میگن این کار، این کار در این دنیا ممنوعه، ولی اون دنیا رفتی همش این کارا رو بکن. این دنیا اگه به زنی نگاه کردی، حتی نگاه کردی هم گناه کردی، چرا دست بزنی؟ اینجا تو این شهری که من هستم، هوستون، واقع در ایالت تگزاس در امریکا، فحشا ممنوعه. یعنی اگر یه نفر بفهمن که یه نفر یه جو پول میگیره این کار میکنه، طرف این رو هر دو طرف زندانی میکنه. ولی شاید چند تا بگم، شاید 60 تا کلاب تاپلس کلاب داره که مردم میرن. وقتی مثلا آدمای درست حسابی، مثلا مدیری کمپانی، نمیدونم سرپرستی قسمتی فلانی، کارش که تعطیل میشه، مثلا میخواد بره خونه، میره گاهی اونجا میشینه یه نیم ساعتی، یه آبجوی میخوره یا یه نوشابه میخوره. اینا زنها میرخصن، اون قسمت بالای بدنشون آزاده، فقط یه چیز کوچولی پایین دهنشون بستن. اینا به هر حال به قول خودشون حالی میکنن و میرن. گاهی وقتا میگن که بیا بریم مثلا بریم وی آی پی، پول اضافه میدن که از اینا میاد تو اون جای مخصوص. یه کمی ممکنه که مثلا دست دادن به اینا ممنوعه، ولی خب کار ممنوع رو همه جا میکنن دیگه. خب حالا این میگه که صادقه، میگه که مردمانی که میگن تو این دنیا شراب نخوریم و سکس نداشته باشیم، به امیدی که اون دنیا همه شراب میخوریم و همه سکس داریم، و این کار بده، چرا اونجا میکنی؟ اگه خوبه چرا اینجا نکنی؟ خب وقتی که بچگی، ما بچگی متاسفانه آقای امام رحمانوف، اسم درست چه اسم درست نمیدن، رئیس جمهور تاجیکستان یه قانونی گذاشته، گفته که هیچ پدر مادری حق ندارن بچهشون رو تا 18 سالگی به هیچ عبادتگاهی ببرن. یعنی نه حق دارن به مسجد ببرن، نه حق دارن به کلیسا ببرن، نه به کنش ببرن، نه ایجا، تا این بچه 18 ساله بشه، چه دختره چه پسره، خودش تصمیم میگیره که هر جا بخواد بره بره. و بسیار آدمای روشنی هستن و این آدمای روشن میگم حتی اسماشون اسمای شاهنامه‌ای میذارن و بسیار به حال فرهنگ ایرانی رو بیشتر از ما اهمیت میدن. حالا یه چیزی یادم افتاد، میگن که به یک ژاپنی گفتن آقای ژاپنی، مگه این امریکایی‌ها اولین بمب‌های اتم رو روی شهرهای شما هیروشیما و ناکازاکی امتحان نکردن؟ تو هر شهری چندین صد هزار نفر کشته شدن، چرا شما نمیگید مرگ بر امریکا؟ یارو جواب داده که ما همین که تلفن روی میز آقای رئیس جمهور، تلفن سونی ساخت ژاپنه، همین بر ما کافیه. حالا ما همین که دربارش دوباره صحبت میکنم، حالا همین که هفت سین ایرانی رفت تو کاخ سفید، اونجا نشست و
آقای رئیس جمهور و خانم رئیس جمهور اومدن پای اون هفتین و یه به فارسی هم عید شما مبارک گفتن یا نوروزتون پیروز گفتن، همین پیروزی فرهنگی ما کافیه. به هر حال ما که بچه بودیم میگفتن که شما هر چقدر ظلم بکشید در دنیا، سختی بکشید در دنیا، به نفعتونه، یعنی برای که در اون دنیا به جاش هر چقدر اینجا یک بدی سختی بکشید اونجا صد تا بر صد برابرش خوشی میبینید، خوبی میبینید. پس انگیزه ای برای اینکه ایرانی ها بخوان مثل زمان قبل از اسلام آقای دنیا باشن، حالا آقای دنیا نباشن، حداقل اینقدر ذلیل نباشن. ما در این 1400 سالی که از اسلام گذشته در کشور ما، در این 1400 سال یک جرقه‌ای بوده، بله، یه آقای یعقوب لیث صفار بود تا پشت دیوار بغداد هم رفت که اصلا خلیفه رو بکشه خلاص کنه قضیه رو، متاسفانه نشد دیگه، جرقه‌ای بود تموم شد. یک کریم خانی بود که بهش میگفتن آقا شما چرا کتابای گبرا رو میخونید، شاهنامه میومد براش میخوندن، تفسیر میکردن، صحبت میکرد، آخوندان میگفتن چرا کتابای گبرا رو میخونید، آقا شما مسلمونید، کتابای مسلمه ها رو بخونید. گفت آخه کتابای شما رو بخونم، کتاب شما نوشته که خر دجال میاد که 8 فرسخ درازیش از پیشونیش تا دمش 8 فرسخه، از این گوشش تا این گوشش 4 فرسخه، آخه این وقتی میخواد بیاد شیراز از اون تنگه فلان میخواد بره اونجا که تو اون دره که جاش نمیشه که. آخوندا گفتن که این نمیره تو دره، میاد این طرف طرف پاش میذاره این بر کوها، از یک این دوتا کوه میشه وسط بدنش، یه پاش میذاره این بر یه پاش میذاره. کریم خان گفت خب ببخشی ندارم، گفت خایهاش که اون تو گیر بگنش، اون بزرگره بکنه که شما میرید زیر گل اصلا پیداتون نمی کنه، کوچیکرم که بکنه سیل میاد شما رو میبره. آخه من چی بیام این چرت و پرتا رو گوش بدم؟ آخه میدونید بر اساس فقه شیعه، من نمیدونم در سنی حرفو از یا نه، خر دجال میاد، خر دجال که میاد همون بو هم بزرگی گفتم هستش، بعد وقتی که اون شماره دوش میخواد بیاد خرما میاد بهش، مرد بچه ها مردم بزرگ کوچیک دنبال این جمع میشن که به هوای که این خورما میذاره برشون خورما رو بخورن، دنبال این میرن جهنم، اونایی که بهشتی هن گول این نمیخورن میرن بهشت. آخه این حرفا رو کی باور کنه؟ آخه ببینید زردشت میگفت آبادسازی کنیم، شما هیچ دینی رو دیدید بگه آبادسازی کنیم؟ هیچ دینی من ندیدم بگه آبادسازی کنید. بودا میگه ترک دنیا کنید تا دیگه قصه نخورید، مانی میگه که گوشت نخورید، شراب نخورید، با زنام نزدیک نشید، مزدک میگه برید در گندما رو باز کنید بین مردم قسمت کنید، اسلام میگه که برید بکشید غارت کنید، مسیح هم میگه که این ورس زدن این ورس هم بگی بزنن، ای پیرن تو خواستن کتت هم در بیار بده. موسی میگه که بخونید این متنای تورات رو، جا به جا نوشته که از مصر با ثروت زیادی اومدن، بلکه موسی گفته که شب آخر که میخواید فرداش از مصر بیاید بیرون از همسایاتون چیزای قیمتی رو قرض کنید، قرض کنید یعنی فردا میریم بیرون دیگه، اینا تا صبح پاشم اینا ما نیستیم، با ثروت از مصر میاید بیرون. فقط در دین زردشتی که میگه دستهایی که بعض میفشانن اینا ارزش دارن، اینا قابل پرستیدنن، میگه آبادسازی کنید، میگه عدالت دیگه، وقتی کوروش میره بابل رو فتح میکنه خب میگه من اینا رو غارت کنم که داد نیست که، اگه بکشمشون که داد نیست که، بیداده، پس من باید اینا رو آزاد کنم اگه بردن، خب اینا رو غارت کردن، جواهراتشون گرفتن، پس اگه میخوام داد رو برقرار کنم باید جواهراتشون رو بگم بیاد این جواهرات که از شما گرفتن بگیرید هر جا میخواید برید، میخواید برید معبدتون درست کنید، میخواید بیاید ایران سکونت کنید. خب وقت اینجوری شد وقت کشورهای منطقه مایلن که جزء فدراسیون پادشاهی کوروش بشن، برای که هر کی جزء فدراسیون پادشاهی کوروش بشه یه پولی سالانه میده،
عوضش کوروش با سپاهش امنیت اونجا رو حفظ میکنه، کما اینکه کوروش جانشو بر سر همین کار گذاشت. 28 کشور رو زیر چتر فدراسیون خودش یا شاهنشاهی خودش داشت. یک گروهی بودن که همون آسیای مرکزی، ترکان آسیای مرکزی، همون نیاکان مغولا و تاتارها و نمیدونم هونها و اینا بودن که میدونید که اونجا رو میگه فردوسی وقتی میگه توران اون منطقه رو میگه، گاهی وقتا میگه خاقان چین، خاقان ترکان، پادشاه توران، همه معنیش یکیه، یعنی اون رئیس اون صحراگردایی که میان غارت میکنن. و نمونهش اینه که وقتی که هوشنگ میخواد بمیره، بله یعنی منظورم فریدون، جان رو که در تحت اختیار اون بوده، البته از پادشاهای اسطوره‌ایه، یعنی پادشاهی که تو تاریخ نیست، توی اسطوره است. اسطوره یعنی جایی که تاریخ با قصه قاطی میشه. مثلا فرض کنید که در ادبیات یونانی مثلا هلن آف تروا، یک گروهی رفتن، یک شخص بود به نام پاریس، رفت مهمان یک پادشاهی شد، بعد وقتی میخواست با کشتی برگردن، اون پادشاه اومد بدرقشون رو تا لب بندر اومد و براشون گل داد و هدیه کرد و فلان کرد و رفت دادن. این پاریس به برادرش گفت من زن این آقا رو دزدیدم تو کشتیه. اون زن اسمش هلن بود. بعد خلاصه به هر حال میرن کشورشون، اون گروه به دادخواهی اینکه زن دزدیده شده رو بعد پس بگیرن، میان شهر تروها رو محاصره میکنن. به هر حال اون جنگ‌های چی بوده؟ اسطوره‌ای بوده، یعنی معلوم نیست واقعا هلن وجود داشته یا وجود نداشته، یا مثلا واقعا اون اسب تروها بوده یا نبوده. این سه تا برادرم که ایرج و تورج و سلم بودن، دستور داد همه دنیا که مال اون فریدون بود بین اینا تقسیم کرد. ببینید میگه که ایران رو داد به ایرج، که اتفاقا اسمش هم با ایر شروع میشه، ایران رو داد به ایرج. ایران یعنی کجا؟ یعنی اون قسمت مرکزی میانی. قسمت غربی رو، روم رو داد به ایرج و سلم، داد به سلم پسر، یه پسر دیگه که سلم بود. و قسمت شرقی رو که همون توران بود داد به تورج، که اتفاقا اسمش هم اون تورانه، اینم تورجه. یعنی مشخص میشه که همه این ترکان و ترکانی که تو شاهنامه هست همه مال همین مغولا و تاتارای آسیای مرکزی هست. از اینجا حمله میشد و کوروش رفت از رود سیهون یا جیهون، حالا یادم نیست، یکی از این دوتا، رفت اونور رود، یعنی رفت درست مرکزی آسیا که با اونا بجنگه، با اون اقوام بیابانگرد بجنگه، که اتفاقا رئیسشون هم یک زنی بود. در یکی از جنگ‌های قبلی کوروش یک کاری کرده بود که اون پسر اون توهین شده بود. حالا به وارد اون قضیه بخوام بشم طولانی میشه. به هر حال در اون جنگ کوروش کشته شد. یعنی رفت چیکار کنه؟ چرا کوروش کشته شد؟ برای که رفت آقا به این کشوری که جزء فدراسیون منه شما حمله می‌کنید، غارت می‌کنید، من اومدم با شما بجنگم. بر این جنگ جانش رو گذاشت، یعنی جانش رو به خاطر دفاع از کشورهای فدراسیونش گذاشت. وگرنه کوروش توی همون تخت جمشید و همون جاها بود دیگه. کوروش مثلا از فرض کنیم که لورای بختیاری و اینجور جاها بود دیگه، اون منطقه بود دیگه، کوکیلویه و اینجور جاها بود. خب چیکار داشت بره اونجا؟ از نمیدونم از ری و نمیدونم نیشابور و سبزوار و مشهد و توس و اینا همه، کابل و اینا همه رد بشه بره اونجا، بره با اونا بجنگه. برای چی؟ برای که از فدراسیونش دفاع کنه. و متاسفانه کشته شد. الو الو آقای توکلی عزیز، من روزای چهارشنبه یک ساعت جلوتر در خدمت آقای سربی مردم تیوی هستم. الان در این برنامه دارم در مردم تیوی برنامه اجرا میکنم و سر ساعت معمولم میام ایتو که در اونجا در خدمت شما هستم.
حتما صحبت، حتما صحبت، بعد از برنامه به شما زنگ میزنم. مرسی. مرسی. مرسی از من. حتما حتما. بله. همونطور که آقای سوربی شنیدن، آقای ناصر توکلی درودش و خدمت آقای سوربی و بینندگان مردم تیوی بیان فرمودن. به هر حال به اون شکل بود که این فدراسیون کوروش جان گرفت. الانم باور کنید من دوستای افغانی دارم، واقعا دوست تاجیکی ندارم، یعنی میشناسم، سلام علیک داریم ولی بحثی باشون نکردم، ولی دوستای افغانی من بسیار مایلن که اون فدراسیون دوباره تشکیل بشه، یعنی مثل همونطور که فدراسیون اروپا هست، مثلا آلمان و فرانسه که سالهای سال با هم جنگیدن، الان مثلا نزدیک به 70-80 سال دوست صمیمی هستن و با هم یک فدراسیون تشکیل دادن، با دیگر کشورهای اروپا یک پارلمان اروپا درست کردن، یک مثلا بانک اروپا درست کردن، یک وزیر خارجه اروپا دارن، کاراشون رو با کشورهای دیگه از طریق اون فدراسیون اروپا هم چیز میکنن. خب طبیعی است که هر کدومشون یه پولی میدن به این فدراسیون اروپا که اونجا بکنن. ما میتونیم ایران و افغانستان و تاجیکستان، شاید هم ترکمنستان، ترکستان در اصل روسیه اسم اینا رو گذاشت ترکستان، اینا آنچنان ترک هم نبودن، ما هم مرزمون ترک نداشتیم، ترک ها همونطور گفتم تو آسیا مرکزی بودن، ولی بعدا وقتی که اینا از روسیه جدا شدن اینجا رو بزود اسمش گذاشتن ترکستان، که یه وقت مثلا فکر نکنن فارسن، مثلا یه وقت فیلوشون یاد هندوستان کنه گفت بگن ما کشورهای فارس زبان با هم یکی بشیم، ولی اینجا اصلا فارس مطرح نیست، مسئله کشورهای یک فرهنگ دارن. من بزرگداشت آقای بهروز وثوقی رو گرفته بودن، یه خانومی از ایران اومده بود، خانوم یک فیلمساز مشهوری، حالا من اسمش رو یادم رفت، بهتون میاد میگم، بعد میگفتش که کشورهایی که تازه تشکیل میشن سعی میکنن یک اسطوره هایی درست کنن که اون اسطوره ها مشترک باشه، فرهنگ مشترکی برشون به وجود بیاد، ولی ما بسیار فرهنگ مشترک داریم، از جمله این آقای بهروز وثوقیه. و بعد گفت وقتی مثلا گفت من اومدم درباره فیلم قیصر فقط صحبت کنم، گفت من 16 سالم بود رفتم فیلم درباره گوزن ها صحبت کنم، گفت من 16 سالم بود رفتم فیلم گوزن ها رو دیدم، دوباره فرداش رفتم فیلم گوزن ها رو دادم، دوباره پس فرداش رفتم، تا چندین روز هر روز میرفتم گوزن ها رو میدیدم، گفت اینقدر رفتم که این حفظ شدم. بعد قشنگ هم میگفت اون سید، اون مرد معتادی که تو اون فیلم بازی میکرد، شخصیت بهروز وثوقی رفت توی اون، یعنی اصلا شما دیگه بهروز وثوقی رو نمیدیدید، اون سید معتاد رو میدیدید و اون شد یک اسطوره. اگر شما برید بلوچستان هم بهروز وثوقی رو میشناسن، برید کردستان هم میشناسن. الو، درود بر شما، اجازه فرم. آقای پارسا سوربی مدیر مردم تیوی که من تو برنامه ایشون الان برنامه اجرا میکنم روی خطن، خوش آمدی قربان. ممنونم. اولا شما تو برنامه من نیستی، شما تو تلویزیون مردم و تلویزیون خودتون هستی، لطف دارید شما، مرسی. برنامه داشته باشن، این یک. دو، من ممنونم از آقای توکلی که لطف کردن، لطف کنید راجع به رادیو ایران هم بگید، اتفاقا تو لیست رادیو تلویزیون های ما تو صفحه رادیو تلویزیون ها رادیوی آقای توکلی هم اونجا موجود هستن. ضمناً درباره بزرگداشت آقای بهروز وثوقی، آیا منظور شما خانم تخمینه میلانی؟ آفرین، مرسی، همین منظورم همین بود. بله، مرسی. هر وقت دوست داشتید راجع به ماجرای کوروش و چگونه کشته شد صحبت کنید، من به گوشم، چون این یه ماجراییه که اینقدر بعد کشته شده ایشون، مثل که در خون گذاشتنش و سرش رو جدا کردن اینها، چون اون کسی که اینو کشته مادر یه جنگجوی بوده که با کوروش به اصطلاح جنگیده، بعد کوروش رو اونها به عنوان خونخوارترین میشناختن. بعدا گفتن حالا که خیلی خونخوار هستی پس بیا تا اونجایی که میتونی خون بنوش
کردنش در یه درام، ما میگیم چی میگیم، در یه بشکه‌ای که بعد که چیز شده مجبور شدن بشورن و تمیز کنن. این چیزها رو من شنیدم این برون و یه جایی هم خوندم. اگه لطف کنید یه وقت در این مورد صحبت کنید ممنون میشم. ضمناً امروز همه چی خوب، صدا، تصویر، حالا خودتون بعداً میبینید. و درسته که من اصرار داشتم که شما اینجوری برنامه چیز کنیم، به این خاطر بود که آقای امید امیدوار هر چی ما گفتیم گوش نداد. در صورت ممنونم و خیلی هم خوشحالم برنامه‌تون به این خوبی داره اجرا میشه. سپاسگزارم از شما. مرسی. والا من حقیقتش 100% اگر در مورد کوروش اطلاع دقیق داشتم بهتون میگفتم، ولی یه چیزایی رو میدونم بهتون میگم، یه چیزایی هم که نمیدونم. کوروش همونطور که من گفتم به خاطر دفاع از فدراسیونش رفت با اون رئیس اون صحرانشینای آسیای مرکزی بجنگه. قبلا هم اونو با هم کار کرده بودن و گویا اون خانم قبلا روابط دوستانه و حسنه و حتی عاشقانه با کوروش داشته. ولی کوروش در یکی از جنگ ها که پسر اون همون جنگجو رو میزنه زمین، طبق سنت اون مردم باید وقتی پسر رو زدی زمین، یعنی دوتا جنگاور که میرن به جنگ هم مثل سامورایی ها، باید یکیشون کشته بشه، مثل گلادیاتور ها که باید یکیشون کشته بشه. و کوروش اون رو نمی کشه. و اینکه نمی کشه ظاهرن کوروش به اون محبت میکنه که نمی کشه، ولی بر رسم اون قبیله توهین میشه به اون پسر. یعنی میگن تو مثلا قابل جنگجو بودن نیستی، ما تو رو ولد کردیم، تو مثلا قابل نیستی که ما با هم به جنگی یکیمون یکی رو بکشه. و اون بسیار بر میخوره به اون پسر و مادر اون دشمن کوروش میشه. وقتی کوروش میره در اون جنگ و در اون جنگ کوروش اول زخمی میشه و خون میاد روی زینش، به اصطلاح آغشته به خون میشه دیگه، نمیتونست خودشو خوب روی زین حفظ کنه و به هر حال کشته میشه دیگه. حالا شاید هم اینایی که شما میگید کردنش کلش تو خون، به هر حال هر کسی با این نفر که دشمنه خوبیشه که نمیگه، تعریفش نمیکنه، ولی کوروش خونخوار نبود. برای که نمونهش چیزی هستی که بابل رو که گرفت گفت آقا بردها رو آزاد کنه، اگه خونخوار بود که آدم کشی میکرد. من اون دفعه خوندم یک مقاله‌ای که خود آشوریان نوشته بودن، خودشون نوشته بودن که امپراتوری آشور بسیار شقی بودن، بسیار صفاک بودن و آدم کش بودن و میرفتن دسترس دیگران رو غارت میکردن. ولی کوروش اینجوری نبود، اصلا این کارها رو نمیکرد. اونجا هم که رفت به خاطر دفاع از سرزمینش رفت. حالا اگر انداختنش کلش رو بریدن انداختن تو خون که من نمیدونم. خب ناپلئون هم وقتی برگشت اومد از تاق نصرتی که کشیدن، اون تاق نصرت کاخ اتوال، حتما میدونی که تو فرانسه دو تا بناییست یا مثلا سه تا بناییست، یکی اون به اصطلاح کلیسای نوتردامه که خیلی تاریخیه، یکی برج ایفله، یکی کاخ برج اتواله که در همون بین شانزلیزه و همون ایفل قرار داره. اینو وقتی که ناپلئون میامد ساختن. بعد که مثلا شبی که فرداش ناپلئون میخواست بره از اونجا، دیدن که همه اون برج رو با خون نوشتن، ای ناپلئون خونخوار برگشتی، این همه خون خوردی کافی نبود. خب برای فاتحان تاریخ از این حرفا میزنن، این که دلیل نمیشه، این حرفا که دوست نگفته که، این حرفا که گزنفون و هرودوت و پلوتارک که نگفتن که، اینو اون رئیس آدمکشای آسیای مرکزی گفتن و اون حرفش به نظر من به عنوان یک حرف تاریخدان که نبوده که ما قبول کنیم. که به هر حال متشکرم که خانم تهمینه میلانی رو اسمش گفتید. خانم تهمینه میلانی در بزرگداشت بروز وثوقی گفت این یه اسطوره شده برای مملکتمون، ما هر جایی که بریم اینو میشناسن. حالا ما اسطوره مشترک در کشورمون زیاد داریم. ما وقتی که بریم مثلا فرض کنیم که هر جای این سرزمین های اطراف، حتی مثلا اگه زبانشون هم ترکی شده باشه، اینها فردوسی رو میشناسن، میدونن که چی بوده. اینها مثلا حافظ رو میشناسن، اینها سعدی رو میشناسن، اینها مولوی رو میدونن میشناسن. ببینید وقتی مولوی رفت توی قونیه در شهر ترکیه به فارسی شعر گفت، برای عمش که نگفت، که برای مردم اون شهر گفت، برای مردم اون کشور گفت. اون کشور زبانشون فارسی بود، همونطور که زبان آذربایجان هم فارسی بود. زبان عوض میشه. من اتفاقا با خودم این فکر میکردم، حالا شاید آقای سوربی بتونن کمک کنن. من اینجوری فکر میکنم، ببینید وقتی عرب ها بر ایران، بر کشور ما غالب شدن، نه اینکه بر کشور ما، بر کشوری که غالب شدن،
گفتم فقط باید عربی حرف بزنی. هرچی کتاب تاریخی نمیدونم پزشکی و نجوم و شیمی و نمیدونم هرچی که در کشور ما بود ریاضیات بود همه رو آتیش دادن، گفتم فقط قرآن. بعدم گفتن هر کی فارسی حرف بزنه غیر از عربی حرف بزنه زبانش میبریم، هر کس غیر از عربی بنویسه و اونم مثلا میکشمش. با این وجود ایرانی ها زبانش رو حفظ کردن، ولی زبان ترکی وقتی که میره یه جا زبان مردم عوض میکنه. ببینید گفتم اون دفعه براتون شیخ صفی الدین اردبیلی به زبان فارسی آذری حرف میزد. فارسی آذری یه زبان دیگه ای بود، ترکی آذری یه زبان دیگه ای. امروز مردم آذربایجان به زبان ترکی آذری حرف میزنن. ترکی آذری یه ترکیه، ترکی استانبولی هم یه ترکی دیگه است که مقدار لغت و مشترک داره، یه مقدارم با هم فرق داره، ولی به هر حال در اصل قواعدش یکیه. کمان که یه نفر که ترکی آذری بلده قشنگ میدونه بره تو استانبول حداقل 90% حرف مردم رو میفهمه و بالعکس. ولی ترکی معلوم میشه یه زبان یا آسونتریه یا نمیدونم چه جوریه، عربی مشکلتره چه جوری شده. ببین ما الفبامون از بین رفت، ما این الفبایی که الان به کار میاریم الفبای عربیه. حالا بعضی از دوستان عزیزمون اونقدر عرب ستیزی یخشونو گرفته که فکر میکنم مهمترین چیز برای ما عرب ستیزیه، در حالی که ما باید عرب دوستی داشته باشیم. اگر ما میخوایم، اگر قصدمون اینه، ببینید من اینجوری بگم، هر انسان ایرانی که خودشو انسان میدونه و خودشو اندیشمند میدونه باید فکر کنه که ما چرا افتادیم زمین، چیکار کنیم که برخیزیم. مسلماً با این باورهای شیعه که اینجا این دنیا خطا بکنم، این دنیا ببخشید سختی بکشم که اون دنیا خوبی ببینم، با این باورها نمیتونیم بریم. و اینم که خدا ما رو مثلا اگر یه آبجو بخوریم اونجا ما رو میبره جهنم، نمیم چوب نیم سوخته رو به ما فرو میکنه و از این حرفا. اینم که ببینید بزرگترین مرجع دینی جهان، بزرگترین مرجع دینی جهان آقای پاپ فرانسیس دیگه، آقا آتیش زدن و سوزوندن و اینا در کار نیست. خب دیگه چیه حالا دیگه؟ حالا ما میخواییم بعد از اون بگیم که آقا جهنم یه جاییست که آتیش داره و توش مارم داره، توش عقربم داره. آخه این عقرب و مار که اونجا پخته میشن آدم ها میخورن اینا رو که. بعدم هی یه نفر میاد هیزوما رو دوباره آتیشا رو تندتر میکنه، پوست دست ما میسوزه دوباره یه پوست میذارن. آخه این چیزا با عقل جور در نمیاد. در دین زردشت مزدا میگه که من مشیا و مشیانه، یعنی مرد و زن، اولی مرد و زن رو خلق کردم و به شما خرد دادم و گفتم بر اساس خردتون دنیا رو اداره کنید، منتها اصول داد، آبادسازی، دهشمندی، شادزیستی رو هم رعایت کنید و ضمناً به من کمک کنید که من با بدی ها بجنگم. یعنی انسانی که بره اونجا بخوابه بگه که آقا خدا خودش، من همش عبادت میکنم، الله اکبر الله اکبر الله اکبر لم دو 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 لم دو دو دو، این اصلا زردوش اینا نمیخواد. میگه بیا با من بریم، به انسان میگه بیا با من بریم بجنگیم. این آقای خمینی اومد ایران، من حالا یه چیزی داشتم براتون بخونم، فرصت کنم بخونم، از آقای پرویز ثابتی مدیر کل ساواک. خب آقای محمد رضا شاه نجنگید دیگه، اگه میجنگید که ما الان کشور اسلامی نداشتیم، بسیار کشور پیشرفته بودیم. اون پیشرفته، البته من در یه رادیوی مانی هم برنامه دارم، مال آقای میز آقا عسکری مانیه. آقای مانی قشنگ گفت که از چاره در آمدیم و به چاه افتادیم. یعنی آقای محمد رضا شاه اگه مقدار عیب داشت ولی در عوض بسیار خوبی داشت، به چاله افتادیم، به جای افتادیم که بسیار عیبه و خوبی ها بده. و به اظهار خودشون 6 میلیون آدم رفتن بیرون.
یک چیزایی است که مشاهده است، یعنی آدم نمیخواد دلیل بیاره. میگن یارو گفت قسم حضرت عباس رو قبول کنم یا دم خروس که از زیر عباد معلومه، یارو قسم حضرت عباس میگه من خروس تو رو ندادیدم، یارو میگه من قسم حضرت عباس رو قبول کنم یا دم خروس که معلومه، یعنی مشاهده است. آفتاب آمد دلیل آفتاب دیگه، این دلیل نمیخواد دیگه من بیام 100 تا دلیل بیارم که آفتاب اومده، آمد دیگه میبینیم. در سوئد یه راننده تاکسی من گفت که زمان شاه کشور شما بهتر از زمان خمینیه. گفتم چرا، از چه دلیل؟ گفت زمان شما شاه ایرانی ها که میمودن اینجا یکی دو هفته میموندن بعد بر میگشتن، حالا که میان نمیخوان برن. ببینید دلیل از این واضح تر میشه گفت؟ دیگه نه ذره‌بین میخواد، نه دو تا چهارتا میخواد، نه استرلاب میخواد، نه چی. یا آقا زمان شاه مردم که میومدن ایران برمیگشتن میرفتن، حالا که میان اینجا نمیخوان برگردن. آقا مذهب کاتولیک بدتر از مذهب پروتستانه، یا به عبارت دیگر مذهب پروتستان که بدتر از کاتولیک، هر دو شاخه‌های مسیحیت هستن. ولی اونایی که پروتستانن مثل اروپا و کانادا و امریکای شمالی ترقی کردن، اونایی که مثل امریکای جنوبی هن از مکزیک به پایین، مکزیک خودش هم امریکای شمالیه، ولی امریکای شمالی مکزیک و پاناما و همینطور بری پایین کشورها عقب مونده ای هن، برای که کاتولیک هن. کاتولیک ها میگن کشیش ها نباید زن بگیرن، هر کسی گناه کنه میره توی کلیسا اقرار میکنه، یه پول هم میندازه گناهش بخشیده میشه و هزار چیز خرافی دیگه. همون که کشیش ها نمیتونن ازدواج کنن، همون باعث میشه که کشیش ها یا با همدیگه ورگ برن یا با راهبه ورگ برن، بچه های نام به صلاح غلطی به دنیا بیاد، که یعنی اونا بچه ها رو بنزن. وقتی میرفتن چاهای توالت جایی که راهبه بودن خالی میکردن، همیشه یه مقدار زیادی استخوان بچه اون تو بود، یا با پسرای مردم این کارو بکنن. پروتستان میگه نه آقا، کشیشا میتونن، راهبا میتونن زن داشته باشن، شوهر داشته باشن، همه میتونن زن شوهر داشته باشن. بعد میگه آقا فروختن زمین بهش یعنی چی؟ پاپ صندوق فرستاده تو اروپا بگرده هر کی پول بندازه میره بهش چیه؟ حالا ما چی هم همونیم دیگه، از اون بدتری. ما امامزاده سیار درست کردیم، ما نمیگیم این صندوق مال مثلا آقای خامنه ای، پول بندازید برید بهش. ما میگیم امامزاده سیاره، یک تریلی درست کردن روش، یک امامزاده درست کردن، این تریلی روی کامیونی میکشه از این روستا میبره اون روستا، دو سه روز میمونه، مردم میان گریه میکنن، پول میریزن اون تو، باز دوباره میکشه. ببینید خانم آقایان، من تو دو تا رسانه نوشتاری هر هفته مقاله دارم، تو یکیش سالهاست که دارم توی بیداریه، تو یکی راه زندگیه که امیدوارم داشته باشم، به من گفتن چراغ سبز دادن که خواهم داشت. تو اینها مطالبم رو گاه به گاه میگم دیگه. ببینید پول انداختن توی امامزادهی که قلابیه، توی تریلی گذاشتن میگردونن، خب این نهایت نادانی که آدم بره اون تو پول بندازه. ببینید من در اون مقالم نوشتم که اسم مقالم، البته هر کسی بخونه میگه این چه اسمی گذاشتی، به انگلیسی نوشتم فایت ترامپت فایت، یعنی منظورم شیپور جنگ بوده. شاید کلمه شیپور در انگلیسی یه لغت دیگه است، منتها اون لغت رو مصطلح نیست، مردم نمیدونن، ولی ترامپت رو همه میدونن، ایرانی ها میدونن. البته این کلمه فارسی میذارم برای که اون افرادی که اینو جا به جا میکنن و میفرستن و ایمیل میکنن از اونجا میذارن اونجا، اونا فارسی رو بلد نیستن. ولی زمان میگم اونجایی که بالاش نوشته فایت ترامپت اونو بذارید اینجا، اونی که نوشته فال اونو بذارید اونجا، اونجوریه. بعد نوشتم که ببینید من اتفاقا من اسم برخی از سرداران بیداری مردم رو اینجا نوشتم، اینا سردارن. سید احمد کسروی تبریزی اومد گفت آقا شیعه‌گری چیز قلابیه، اسلام همون سنیه، اصلا این امام زمان
وجود نداره. پدرش که امام حسن عسکری بود بهش میگفتن عسکری، عسکر و عساکر یعنی قراول و نظامی، چون که از نوجوانی تو زندان بوده، فرصت این که بچه دار بشه نداشته. اگر بچه دار، اگه یه بچه 5 ساله داشت که آخه بچه 5 ساله رو که قایم نمی کنن که، بالاخره عموی، دایی، خاله، همشری، همسایه، نمیدونم مغازه‌داری فلانی میفهم آقا اینا یه بچه 5 ساله دارن. اون یارو شیاده اومد گفت این بچه 5 ساله توی سردابی قایم شد اونجا زندگی میکنه، تا به دنیا اومد رفت قایم شد تو سرداب. هیچ مادری نداشت که اینو بغل کنه، مردم بفهمن این داره میره اونجا شیر بده. صادق هدایت، صادق هدایت که از سرداران این جنگ بود، سید محمد علی جمالزاده سردار این جنگ بود. سید محمد علی جمالزاده کتاب نوشته صحرای محشر. من این کتاب صحرای محشر رو خیلی، شاید مثلا جوونیم یه نو جوونیم مثلا 60 سال پیش خوندم. یه جایش میگه که یک ارمنی که عرق فروشی داشت و پشت مغازش هم یک خانومی بود که کار آشپزی اینا رو میکرد، ضمناً راه هم میداد، کسی پول اضافه میداد میرفت اونجا، این اون دنیا که مرد گفتن تو بهشتی هستی. گفت آخه من که عرق فروشی کردم، خانوم داشتم، من که کار خوبه، چه کار کردم برم بهشت؟ گفت برای امام حسین پلو درست میکنن، رفته از زیر اون اجاقه خواهش کرده مقدار آتیش بهش دادن، وقتی از اونجا آتیش برمی داشته دود رفته تو چشش، کمی اشک اومده و بعد این بهشتی شده. آخه چون در مذهب شیعه یک حدیثی است میگه که او بکا او بکا، یه همچینی دیال من نمیتونم عربیش بگم، این یعنی اگر کسی بکا یعنی اشک، یعنی اگر کسی گریه کنه و یا حالت گریه به خودش بگیره و برای امام حسین، اون میره بهش. آقای طالقانی، سید محمود طالقانی، فامیل مادری ما بود نسبت داشت، از قول او میگفتن که من هر چی از این دین شیعه رو قبول کنم، این حدیثی که من بگاد تو بگار قبول نمیکنم. علی دشتی 23 سال شاهکاره، 23 سال یه دانشگاه است. آدم این کتاب 23 سال بخونه انگار رفته دانشگاه اسلام شناسی، نه اسلامی که آخوندا میگن، واقعی رو بشناسه. فرود فولادمند که میامد میگفت، حتما همتون یادتونه دیگه، میرزا آقا عسکری مانی، همین آقای شاعر بزرگی که از کشورمون شعرهای تراز اولمون یکی یکی رفتن، این همین تنها شاعر بزرگی که داریم، میرزا آقا عسکری مانی است که افتخار آشناییشون داشتم و در رادیویشون هم من برنامه دارم. آقای امید امیدوار مدیر تلویزیون ای2، آقای پروفسور مسعود انصاری، آقای سیاوش لشکری مدیر مجله بیداری، خانم سرور که توی ای2 برنامه دارن، آقای شایان کاویانی که معلوم نشد چه بلایی سرشون آوردن، آقای رضا فاضلی که فوت شدن، دکتر محمدعلی مهراسا که توی بیداری مقاله می نویسن. خب اینا همه سرداران مبارزه برای بیدار شدن مردم بودن. من میگم بیایید من و شما چند نفر شیپور بزنیم، چون که من نه سرباز این قضیه‌ام، نه سردار این قضیه‌ام، نه سپهسالار این قضیه‌ام، ولی من میتونم خوب تشویق کنم و شیپور بزنم، بگیم آقا پاشید سربازان، سرداران، سپهسالار، پاشید این باورهای غلط رو از مردم ایران بذاریم بیرون، بریم دوباره اون فدراسیون رو تشکیل بدیم. اصلا ما کاری نداریم که طرف جمهوری خواه، مشروط خواه، کمونیست یا نمیدونم مجاهد، اصلا اینا کار نداریم. ما میگیم آقا ما
مردم ایران شایسته این وضع نیستیم. ما میبایست الان ژاپن آسیا میبودیم. ما یک زمانی پنجمین ارتش مقتدر دنیا رو داشتیم. ما هواپیماهایی که هنوز توی خود نیروی هوایی امریکا هنوز کار نشده بود ما داشتیم. هواپیماهایی که داشتیم که یا ما خود امریکا داشت و ما داشتیم. ایواکس ها رو اون زمان ایران داشت و امریکا، کشور دیگه هیچ کدوم نداشتن. ما بیاین دوباره بازسازی کنیم، فکرمون رو بازسازی کنیم، از درون انقلاب کنیم. چیزایی که کثافتایی که گرفته، من حالا جسارت نکنم، من خودم کثافتایی که گرفته، یه سطح آب شما بریزید رو کله من این کثافتا بره، من یه سطح آب می‌ریزم رو کله شما مال شما هم بره. همینطور همه رو هم تمیز کنیم، خودمون رو، باورمون رو تمیز کنیم. باورمون رو تمیز کنیم یعنی بر سر اینکه مارکس چی گفته و نمیدونم دکتر شاخت چی گفته و نمیدونم آقای محمد رضا شاه چی گفته، بر سر اینا جنگ نکنیم. بر سر این جنگ کنیم که باورها رو اصلاح کنیم، برگردیم به اون باورهایی که آبادسازی، داد، شادزیستی، دهشمندی و نبرد با اهریمن. ما نمیخوایم بریم تو خونمون بشینیم یه بگیه مشگیم یا الله یا الله یا الله. ما نمیخوایم صبح تا شب نماز بخونیم، صبح تا شب دعا بخونیم، وقتی میخوایم بریم توالت فکر کنیم که اول کدوم پامونو بذاریم، کدوم ورد بخونیم، بعد کمار بخونیم، بعد صبح تا شب دعای روز بخونیم، دعای شب بخونیم. خب این همه دعا خوندی که دیگه کی فرصت کنی که بری یک معادله شیمی رو بفهمی یا یک چیزی فیزیک رو بفهمی یا یک کمکی بکنی به دانش جهانی؟ پس همه چیز رو باید دیگران بجوان تو دهنشون بیارم بذارم تو دهن ما؟ ما اینجور آدمی هستیم؟ فران من خیلی خوشحالم که امروز این دفعه به طور مستقل در خدمت بینندگان تلویزیون مردم تیوی بودم و امیدوارم که دفعه بعد اونه که علاقمند هستن این ساعت رو داشته باشن و اگر سوالی چیزی دارن زنگ بزنن و من در خدمتتون باشم. یادتون باشه که من دایره المعارف جهان نیستم. اگه اون چیز خاصی رو میخواد بپرسید برید گوگل ریسرچ کنید. من چیزایی که میدونم میگم. یعنی یک پادشاهی یک وزیر استخدام کرد، به وزیرش گفت خب فاصله از زمین تا خورشید چقدره؟ گفت نمیدونم. گفت مثلا فرض کنید که چرا مثلا تریاک آدمو میکشه؟ گفت نمیدونم. گفت چرا مثلا گل روز قرمز، اون گره اطلسی سفید؟ گفت نمیدونم. پادشاه گفت من تو رو استخدام کردم اینقدر پول به تو بدم که یه چیزایی رو به من بگی. وزیر گفت تو من استخدام کردی برای اون چیزایی که میدونم پول میدی، اون چیزایی که نمیدونم اگه بخوای پول بدی باید میلیون میلیون بدی، من چون خیلی چیزا رو نمیدونم. اون چیزایی که میدونم محدوده، اما اون چیزایی که نمیدونم نامحدوده. حالا طبیعیه که بنده هم همونطورم. وقتی جناب سوربی میگن درباره فلان موضوع کوروش دقیقاً چی جوری بود، منم کتاب پلوتارک و گزنفون و هرودوت و اینا رو کم و بیش خوندم، تازه اونم نرفتم کتاب اصلی اونا رو به یونانی بخونم، نقل قولهایی که شده خوندم. اینجوری خوندم که گفتم بهتون کوروش در یک جنگی برابر رسم اون کشور عمل نکرد که پسر رو زد زمین فوراً بکشه که آبروی اون خانواده حفظ بشه. گفتش نه عزیز من، تو مثل پسر منی، پاشو رو برو. اون بهش برخورد مثل اینکه گفتی تو آدم نیستی. بعد مادرش کینه کوروش رو داشت که در اون جنگ تلافیش در آورد. من بسیار متشکرم از آقای پارسا سوربی که در واشنگتن برنامه رو کارگردانی فنی کردن، از خانم ها و آقایانی که به برنامه توجه کردن بسیار سپاسگزارم. براتون شادی و پیروزی و تندرستی آرزو میکنم و شما رو به خردتون میسپارم.